aspects of Afghan culture had been systematically destroyed or forgotten. The Afghan film's archive has been largely preserved through all of these years, when so much else was burned, looted, or blown up. A small group of people risked their lives to save the National Archive. They managed to preserve the films and these records of all of the other Afghanistans that existed, saving decades of history. They believe these films had something to give to the present moment. In the late 1970s, a communist revolution took hold in Afghanistan. For some filmmakers, this became known as the golden age of Afghan cinema. از شروع سال 1936 اوکی این واره تموم نمیشه بازی با سال 56 نوم دیگه هم این آقا مونده که به صورت از اون یکی هست یعنی 57 اون بوده یه ترکی و خرکی هست بازم یه هفت یا کلش نشته که دیگه دوجه داری؟ آه یا نشته هستم ببینیم که دو فیلم ها همیشه مردم هایی رو میبینیم که از جنوب است، از شرق است، شمال است، مرکزی است طریق لباس پوشیدنشان تا امروز فرق کرده او آدم ها رو دیگه نمیبینیم مثل که تاریخ نمیخوانی ورق میزنی صفحه های تاریخ از پیش روی تیر میشه درست هفته ثور روز پنجشنبه بود هیچ یادم نمیره از طرف میدان هوایی کابل یک ابر سیاه پیدا شده بود یک باره یک جت جنگی نظامی طیاره جنگی پرواز کرد و یک بم خود انداخت و یک انفجار عجیب و غریب شد ما عاجل خانه رفتم کاکایم که صاحب منصب اردو بود و ارتش در خانه بود بسیار جگرخون بود بسیار ناراحت بود مفهوم کاکا چی کم شده گفت که میگن که خلقی ها کودتا کردن هموطنان گرامی برای اولین بار در تاریخ افغانستان آخرین بقایای سلطنت ظلم استبداد و قدرت فامیل خاندان نادرخان صفاک خاتمه یافت و تمام قدرت دولت به دست خلق افغانستان قرار گرفت. حمید، صدا مشنوی؟ مشنو. انقلاب است. حمید، مردم چی میگن؟ مردم خوش هستن. مردم این روز از خدا میخواستن. راست میگی حمید؟ بله. خدا. ما خو نمیفهم. تانکا رو گلپوش کردن. از کرا رو در بغل میگیرن. با چشم دیدی؟ بله. خدایا. شما خوش نیستین؟ در بیرون ماشر است کل چاره رو تان گرفته از برای خدا راست میگی خانی پایین پدر جان کل ما بریم خانی پایین بریم بریم امیرا همه چیز از این سه کن حمید کجا؟ امیرا بله بسیار خوب و میادم است تازه جوان بودم صنف هفت مکتب بودم که سال 1357 انقلاب ثور به پیروزی رسید یک تعدادی که مثلا اونا هم مخالفین خود داشتن و طرفدارای خودم داشتن مردم طرفدارشون هم بودن توده ها نسل جوان و کسانی که با ایدیاهای به اصطلاح بگویم کمونیستی آماده شده بودن خو انقلاب ثور یکی دو روزش تیر شده بود که بر من نامه رسید که تو میا و فیلم دی ثور انقلاب فیلم برداری کن چون او وقت هیچ کس گفته نمیتونست نه
چون که فیضالله امین امی هدایتش بود که باید این فیلم از سر تا آخر اموطوری که قصه رسیدن ما به قدرت ایجاب میکرد و ما قصه کردیم و شنیدیم و نوشته کردیم و ما امروز فیلم برداری کنیم که چطور بیرق داوود خان تا میشه و ایوازش بیرق سرخ یا بیرق پرچمیا بالا میشه. امین بیرق داوود خانه که پس بالا کردیم اینکه یکی دیگر تونگه میکنن در بازاره که دیگر به بچه برگشت انقلاب برگشت کرد انقلاب برگشت کرد. این گپ دان بدان شد که از بیا فهمیدن امی دوست رفیقای خلقی اولین کاری که کردن رفتن در دکانا پل ریش پیدا کردن شروع کردن در تراشیدن بروتای خود. چرا یگانه مشخصه برادرای خلقی ما امی بود که بروتای بسیار زیاد دبل داشتن ولی فیضالله امین به این بسنده نکد که یارا ببخشه. امون لحظه ادایت داد که کل از یارا جمع کنین در هر جایی که هست کس بروت خود تراشیده جمعش کنین. این جمع کرد یک دی بسیار زیاد شد و دستور داد که اینا را ببرین زندان. صحبت صورت گرفت و چه قسم اینا را در پولیگون از بین برد دیگه او باز قصه سکریتی بود که پیش خودشان بود. یک دوست داشتم، دوست بسیار صمیمی بود، روزها با من صحبت میکرد و میگفت که صدیق جوان هستی، انرژی و نیرو داری، بیا در حزب. ما برش میگفتم که جان من ترس دارم از حزب به این خاطر که مرا محدود میسازه. حزب یک تفکر جمعی بسته است، من اجازه بدید من عضو حزب سینما باشم. جالب بود، یعنی من اسم کردم، اوائل همگی خوشحال بودن برای اینکه فکر میکردن در هر تغییری امکان داره زندگیشان هم تغییر بکنه، ولی من در نهایتش فکر میکردم که سینما چطور خواهد شد. جدن برای اینکه وقتی که فکر کرده بودم که آیا این تغییر بازم اجازه میدن ما امون فیلم های دلخواه ما را ببینیم، آیا امکان داره که من باز فیلم های دیتکتیو و فیلم های پولیسی امریکایی و یا ایتالیایی را ببینم. برای از این که زمزمه هایی را شنیده بودم که اینا ضد غرب هستن و اگر هر چیز هم باشه تنها شوروی و روسی خواهد بود. زبان و قلم از وصف مارش با شکوه 27 میزان 1357 عاجز است. کارگران و زحمت کشان افغانستان، رژیم های پلید و مستبد ضد خلقی از نام شما، از خود شما می ترسیدند، ولی جمهوری دموکراتیک افغانستان برخلاف آنها به شما می نازد، به شما اتکا می کند و برای شما تمامی تسهیلات لازمه را به وجود خواهد آورد. Soviet negative film. No, positive. Soviet. Yes, it's positive. Mm. Sabu tufan homo in a país. Buat salam sangi. خراب شده فیلم. پروژکتورهای روسی زیاد بودن در افغانستان و پروژکتورهای روسی سکرش بکنه فیلم. خب افغان فیلم به میان آمد، او هم هدفش ساختار فیلم های فکشن نبود، فقط بسنده میکرد به سفرهای شاه و یا رجال برجسته در کشور و یا فعالیت ها و اتفاقات و رخدادهایی که در جامعه رخ میداد او را میگرفتن. ولی اما
وقتی که باز انقلاب هفت ثور شروع شد، اندیشه ها در برابر هنر کاملا تغییر کرد، زمینه پیدا شد برای ساختن فیلم در افغانستان. ما تقریبا در حدود کارگردانای ما در حدود 6 فیلم در سال تولید میکردند. مزوری، چرا گل زرد مود میزنی؟ چقدر مقبول میگه؟ لا 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 باری، صدای پای هست پس ایسته دانست؟ اونر دو دوره یک ورق طلایی به اصطلاح بگویم دور خورد، یک ورق طلایی بود که روی پرده سینما آمد، روی تصویر آمد و فیلم سازای بسیار خوب ارزندام کردن، بسیار هنر پیشه های خوب، مردم شهر همه ما را میپذیرفتن، بسیار با پیشانی باز مثلا از کار ما استقبال میکردن، ما را خوش داشتن، در هر جایی که میدیدن از ما به قدر یاد میکردن. بر از اینا ما چهره جدید بودم و در پلیس چهره جدید بودم، اونا یک چیز را بر ما به حساب یافته بودن، در صدد ازیزی شدن که هر روز یک نفر کارگردان میامد و میخواست همراه ما یک فیلم بازی کنه. شریف ایش آخی گل بادام برات روان کده. کی روان کده؟ اون و دختر چادر نارنجی. باور کنین شاید شما قبول نکنین که من اصلا هیچ احساس نکردم که من در مقابل کمره قرار دارم و هیچ نترسیدم. من ترس احساس از او بدل من را پیدا نکرد. ولی خب شما میفهمین که دو دوره چیزی که بسیار زیاد دو دوره روی کار آمد کار زنها بود. زنها زیاد تانستن دو دوره رشد کنن، تانستن زیاد در دوائر دولتی کارهای مهم را بدوش بگیرن، تا سطح وزارت و وکالت و همه گپا دو دوره رسیده بودن. آرام آرام دیگه بنابر امو پشتیبانی های دولت و حمایت دولت وقت تانست زن که حس بکنه که در این جامعه وجود داره. می آمدن کار می کردن، تفریح می رفتن، ساتری می رفتن، شب نشینی ها داشتن. در او وقت ما هیچ گونه مشکلی به خاطر زن در بر بازی در سینمای افغانستان نداشتیم. به اصطلاح در امو زمان مشخص یعنی دهه 80 که ما او را همیشه گولدن تایم میگم برای سینمای افغانستان. Afghan Films is a state film institute. So the scripts all had to pass through approval by a censorship board. But I think very much unlike what you see in China during the same kind of period where things were attributed to a workshop. You can't really fit the communist feature films from Afghanistan into a series of authorless films because they are very much the product of singular artistic visions. نام من اختر است، کلگی مرا اختری مسخره میگه. There are particular films that I saw and I just fell in love with as films. For example, Akhtar the Joker by Engineer Latif is an extraordinary film and I'd never seen anything else like it. Me for me. Bare har kudami azi miluna khart chada. Ras megam. Miluna. And you can see why they would ask for this project to be made based on Zaryab's novel, because it is a real excoriation of the decadence of a certain Western-influenced bourgeoisie during the mid-70s. Gami!
تو کجا گم بودی؟ به 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 به. And the character of Akhtar is this young man from the working class who is sort of adopted almost as a mascot by a family from this upper class. And it's a really tragic story. ماه سپتامبر 82 یک روز به خانه ما زنگ زدن، گوشی رو برداشتم، توریالای شفق مرحوم بود، برای گفت که صدیق دوست داری که یک جایی بری برای تحصیل؟ من گفتم که تحصیل سینما؟ گفت آخه چی دیگه تحصیل سینما؟ گفتم که یک چیز واضح دوست دارم، کجا شفق صاحب؟ گفت ماسکو. من متردد شدم، واقعا احساس کردم که چی جواب بدم، ولی که اما قسمی که پیشتر هم گفتم من خودم واقعا از این که شوروی ها در افغانستان آمده بودن بسیار رنج می بردم و اون طرف هم سینمای روس با مکتبش، با سینمایش، با شنیدن نام آدم های بزرگ مثل پودوفکین، ازنشتین، روم یا مثلا تارکوفسکی، پاراژانوف، اینا آدم وقتی می شوید نمی تانستم بالانس بکنم. تمام شب با خودم یک مبارزه و جدل داشتم، یک جنگ درونی عجیب غریب که چی کنم. تا صبح خوابم درست نبود. دم صبح آرام آرام خوابم برد. وقتی از خواب خیستم برخواستم دیدم مادرم بالای سر من. گفت بچه اگر در فکر من هستی با من فکر نکن و اگر با این فکر میکنی که در افغانستان اینا حمله کردن قضا و قدر زندگی همی هست، عرفش همی بود که البته قضا و قدر همی بوده، تو برو درست بخوام، تو برو به آرزوهای دلت برس، اما قسمه که دلت فکر میکنه پشت منطق نگرد، فکر کن که دلت چی میخواه. همون روز شامش خداحافظی کردم، اگرچه سخت بود، چون سخت بود برای دیگه به اولین بار من چیز بود، من 19 ساله بودم دیگه. مردم کابل ما از بسی که مصروف کار و مصروف فعالیت بودیم اس نمی کردیم که اگر تغییری هم بیاید در افغانستان فکر می کردیم که این تغییر یک تغییر مثبت است، ولی کل مردم این را مثبت فکر نمی کردن. قداری بالاش رو آمده زوری یا اینا را دارن؟ نداره. خب داود دورام در شهرها یک نسبتاً بسیار خوب صلح بود، آرامی بود، ولی در اطراف از شهر مخالفین دولت بود، با دولت جنگ داشت. بفرمایید آشفت میتنگ امروز خدا به نام لینین کبیر رهبر کارگران جهان آغاز میکنیم. انقلاب برگشت ناپذیر است. یک اینچ نیم سانتی برگشت نمیکنیم و شما کثیفا به اشرار خائن کمک میکنین تا
شما امریکایی ها و شما پاکستانی ها. مانم عزیز، ما نفهمیدیم تو از کدام مادر زایده شدی. خیلی تو هم روسی هستی دیگه. خاموش مرتجی، ما افتخار میکنیم که کشور شورا را رفیقای روسی را با خود داریم. زمان زمان عجیبی بود. متاسفانه بعد از کودتای ثور مردم ما واقعا در یک بحران و اختناق زندگی میکردن. آمدن شوروی ها، آمدن سربازان ارتش سرخ شوروی این حادثه و این بحران دو برابر ساختن. اساسا هر جوانی در اون زمان بسیاری ها فکر میکردن که خب ما یک بار دیگه مستعمره یک کشور دیگه شدیم. درست 23 فوریه 1980، درست یک ماه و چند روز بعد از آمدن قوای شوروی در افغانستان، مردم کابل قیام کردند. شب هنگام به بامای خود بیرون می شدند و صدای الله اکبر می کشیدند. و در مجموع ما می دیدیم که چگونه دسته دسته مردم به زندان می رن. زندان پل چرخی یکی از او زندان‌هایی بود که برای آدم‌های سیاسی دیگه ای جای نمانده بود. این زمان زیادتر طرف تشنج نزدیک شده می‌رفت، به خاطری که در پشت وزارت داخلی افغانستان لیست‌های بند می‌شد که اونا دیگه نباید کس پشتشان بگرده، اینا کشته شدن. و شما باور بکنین که من به چشم خود ده ها زن دیدم که وقتی نام بچه خودم، وقتی نام شوهر خودم در اون لستان میخواندن، زوف میکردن. اونا باز گریه کنن و برن و سر بگن، همون جای به جای زوف میکردن. و این واقعه هر روز تکرار میشد در پشت وزارت داخله. وحدت سازمانی، وحدت سیاسی حزب خود را، درفش تئوری انقلابی خود را با تمام از خود گذری و فداکاری جانبازانه با خون و جان خود بر افراد تا نگاه دارد. The choruses sung by the youth and social organizations are valuable memories of the universal unity of the people of Afghanistan for the support of the liberating South revolution and is indicative of unshakable unity. در آغاز انقلاب هنوز مجاهدین بسیج نشده بودند. هنوز مردم نمی‌فهمیدند که چی گپ میشه. گروپ های بسیار زیاد کوچک کوچک ایجاد شد در شهرها، در ولایات، در قرا و قصبات اینا، و اینا امو اندیشه که باید ضد خارجی بجنگن، ای ار روز روز بروز بسیجتر شده میرفت. رهبران رفتن پاکستان، از اوج اسلحه صادر میکردن، کتی از او مجاهدین جنگ میکردن. بخیر بری و بخیر بی. آمین. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. In the next episode of The Forbidden Reel, the Mujahideen advance on Kabul and Afghan cinema faces an uncertain future. در زمانی که جنگ هر روز شدت می‌گرفت، ما هم مشکوک شدیم که آیا این دولت سقوط میکنه یا به پیش میره. اما ما فکر میکنم که دو قطب بسیار متضاد در درون ما در ستیز بود. یکی جانبی که ما عشق داشتیم، علاقه داشتیم و میخواستیم سازندگی بکنیم، از طرف دیگر تهدید جنگ بود سر ما که این جنگ چطور میشه، ما چی خواست شدیم، ما چی خواد کردیم.